به آموزش اجایل خوش آمدید. من امیر نعمت‌اللهی هستم. در این قسمت می‌خوایم کلاود کامپیوتینگ یا همون رایانش ابری رو مقایسه کنیم با سیستم‌های محلی آن پریمایس. رایانش ابری یا کلاود کامپیوتینگ سرویس‌های محاسباتی و رایانشی رو روی اینترنت در دسترس کاربران قرار میده و بر اساس پرداخت به صورت ساعتی بر اساس خدمات ارائه شده کار می‌کنه. نوعای دیگه پرداختی هم داره. به طور کلی کلاود یا فضای ابری از طریق اینترنت در دسترس سیستم های آن پریمایس یا لوکال یا محلی همون سیستم هایی که توی دفتر کار وجود دارن یا توی یک سازمان وجود داره. به عبارت دیگه به جای مدیریت داده ها روی سیستم لوکال یا محلی با استفاده از رایانش ابری یا کلاود کامپیوتینگ امکان ذخیره سازی و مدیریت داده ها روی اینترنت وجود داره. حالا این دوتا یه سری مزایا و معایب دارن که به طور کلی مزایای کلاود سیستم ابری خیلی بیشتر از آن پریمایس هست. ما اینجا از کلمه آن پریمایس استفاده میکنیم چون که بعداً هم میخوایم خیلی ازش استفاده کنیم و معنیش همون هست که گفتیم، یعنی سیستم ها به صورت محلی در دفتر کار شما هست. به طور کلی سیستم های ابری یا کلاود به اندازه که استفاده کنید پرداخت میکنید، یعنی شما سیستمی رو که دریافت کنید همونقدر براش پرداخت میکنید، اما توی سیستم آن پریمایس که شما یک سیستم رو که خریدید نمیتونید تغییرش بدید و معمولا پول خیلی بیشتری پرداخت کرده و آپشن های کمتری دریافت میکنید. ارتقا یا کاهش مشخصات سیستم ابری یا کلاود خیلی سریع و آسانه، با چند تا کلیک شما میتونید سیستم مورد نظرتون رو تغییر بدید، اما در حالت آن پریمایس شما سیستم رو که ارتقا دادید دیگه نمیتونید کاهش بدید. در حالت ابری فضا و پول زیادی رو ذخیره میکنید، اما در حالت آن پریمایس شما فضای زیادی رو بر نگهداری سرورها لازم دارید. حالت ابری هزینه نگهداری از جانب شما نداره، اما در حالت آن پریمایس شما نیاز به نگهداری سیستم هاتون توی دفتر کارتون دارید. در سیستم ابری در حالت پلتفرم ابری امنیت خیلی بهتری رو میتونید تجربه کنید، در صورتی که در حالت آن پریمایس امنیت کمتری داره. بازگرداندن اطلاعات دیتا ریکاوری در حالت ابری خیلی قویه که حالا اونها رو با جزئیات در آینده خواهیم گفت، اما در حالت آن پریمایس شما اگه سیستمتون از بین بره حالا به هر دلیلی تقریبا غیر ممکنه که دیگه اطلاعات رو برگردونید. در سیستم ابری شما تعمیر و نگهداری نمیخواد انجام بدید و همه اون از طرف پلتفرم انجام میشه، در حالت که در صورت آن پریمایس بودن سیستمتون شما باید چند کارمند رو برای تعمیر و نگهداری سیستم ها بذارید. 3 تا از معروف ترین سیستم های پلتفرم ابری AWS، یعنی آمازون وب سرویس، مایکروسافت اجور و گوگل کلاود پلتفرم GCP هستن که در بین اونها اجور تقریبا کمترین هزینه رو داره یا هزینه اجور با بقیه سرویس ها تو بعضی سرویس ها برابره. در نتیجه از لحاظ هزینه که از بهترین سرویس ها مایکروسافت اجور هست که حالا مشخصات شده در درس های آینده خواهیم گفت، و در درس بعد میایم نوع مختلف رایانش ابری رو میگیم. در این درس میخوایم نوع مختلف کلاود کامپیوتینگ رو بگیم که کلا به دو دسته کلی تقسیم بندی میشه: دیپلویمنت مدل یا مدل استقرار و سرویس مدل یعنی مدل سرویس ها. در حالت دیپلویمنت مدل ما 3 نوع سرویس ابری داریم: پابلیک کلاود، پرایوت کلاود و هایبرید کلاود. پابلیک کلاود فضای ابری عمومیه که زیرساخت‌های ابری برای همه در دسترس بر روی اینترنت و در مالکیت ارائه دهنده فضای ابری، مثل AWS یا همون آمازون وب سرویس، مایکروسافت اجور، IBM بلو کلاود و سان کلاود. پرایوت کلاود یا فضای ابری خصوصی برای یک شرکت مخصوص قابل استفاده هست و توسط سازمانی که مدیریت و استفاده میشه میتونه به صورت آن پریمایس یا آف پریمایس استفاده بشه، مثل AWS و VMware. هایبرید کلاود یه ترکیبی از این پابلیک کلاود و پرایوت کلاود هست که برای مثال بعضی سازمان ها و شرکت ها برای داده های حساسشون از فضای ابری شخصی یا همون پرایوت کلاود و برای به اشتراک گذاری دیتا ست ها از پابلیک کلاود یا فضای ابری عمومی استفاده میکنن. که اگه ما بخوایم مثال در دنیای واقعی در مورد اونا بزنیم، پابلیک کلاود یا فضای ابری عمومی مثل اتوبوس هست، پرایوت کلاود مثل اینه که شما یک ماشین اجاره کنید، هایبرید کلاود مثل تاکسی میتونه باشه. حالا میخوام ببینیم سرویس مدل چی هست: ایاس، پاس و ساس. حالا هر کدوم از اینا مخفف چیه؟ ایاس مخفف اینفراستراکچر از سرویس. یعنی چی؟ یعنی اگه تنها چیزی که نیاز دارید یک ماشین مجازی یا ویچوال ماشینه، میتونید از ایاس استفاده کنید، یعنی زیر ساخت به عنوان یک خدمات یا سرویس. پاس مخفف پلتفرم از سرویس. اگه شرکت شما فقط یک پلتفرم لازم داره برای ساختن محصولات نرم افزاری، میتونید از پاس استفاده کنید. SaaS software as a service، یعنی شما فقط اگه بخواید از یک برنامه روی فضا ابری استفاده کنید و نمیخواید که هیچ گونه تعمیر و نگهداری و اصل ابزار آی تی به کار ببرید، میتونید از SaaS استفاده کنید.
در اینجا شما یک نام کاربری و رمز عبور میگیرید برای استفاده از نرم افزار مورد نظرتون. حالا یه سری تفاوت‌های دیگر که اگه بخوام در مورد کلاً سیستم آن پریمیس یا محلی، اینفراستراکچر از سرویس، پلتفرم از سرویس و سافت‌ور از سرویس رو بگیم به این صورت هست. چه سیستم آن پریمیس، شما تمام تک تک این جزئیات رو باید بررسی کنید، از برنامه‌ها گرفته، داده‌ها، ران تایم، سیستم عاملتون، مجازی سازی، سرورها، فضا ذخیره سازی، شبکه و غیره. اما توی ایاز شما فقط برنامه‌ها، داده‌ها، رانتایم و میدلویر رو مدیریت می‌کنید. توی حالت پاس شما فقط برنامه‌ها و داده‌ها رو مدیریت می‌کنید. و در حالت ساز شما فقط اون نرم‌افزار مورد نظرتون رو استفاده می‌کنید ازش. در این قسمت ما می‌خوایم یه سری عنوان‌های مختلف رو با هم دیگه مقایسه کنیم که اینا برای درک سرویس‌های ابری مختلف خیلی مهمه، که عبارتند از Fault Tolerance, High Availability, Disaster Recovery, Scalability و Elasticity. Fault Tolerance, High Availability و Disaster Recovery خیلی شبیه به همن اگه از بیرون به اونا نگاه کنید، ولی جزئیات اونا با هم دیگه تفاوت داره. اول های اویلیبیلیتی رو میگیم، یعنی اینکه ما چطور میتونیم یک سیستم رو زنده نگه داریم در صورتی که چیز اشتباهی پیش بیاد. کلا دو تا قانون اصلی توی مهندسی وجود داره و کلا توی مهندسی در اجور وجود داره، اینکه یکی ما باید تک تک نقطه های شکست رو پیدا کنیم و حذف کنیم. یعنی اینکه اگه شما مثلا یک وب سرور داشته باشید و اون سرور خراب بشه، برای اینکه سایت از استرس خارج نشه، باید چند سرور داشته باشید که با هم دیگه کار کنند و اگه یکی خراب شد، ما بقیه شروع به کار کنند تا سایت سر پا باشه. و گزینه دوم ریلایبل کراس اوور، به این معنی که اگر یکی از سرورها خراب شد، سیستم اون رو تشخیص بده و استفاده از بقیه سرورها رو به جای اون سروری که خراب شده به صورت اتومات انجام بده. این به صورت اتومات خیلی مهمه، چون که اگه بخوای مسئولان اون قسمت اونو درست کنن، یکم طولانی میشه، طول میکشه و سایت از دسترس خارج میشه. کلا اجور در 60 ناحیه از جهان سرور داره یا به طور کلی دیتا سنتر یا مرکز داده داره. عنوان دوم دیزاستر ریکاوری، یعنی زمانی که یک فاجعه مثلا سیل، زلزله یا یک فاجعه بزرگ رخ بده، کل منطقه رو تحت تاثیر قرار میده و سیستم ها و زیر ساخت ها ممکنه که از بین بره. در نتیجه زمانی که ما در مورد دیزاستر ریکاوری صحبت میکنیم، در مورد اتفاق بزرگی صحبت میکنیم، نه اینکه فقط چند تا از سیستم ها خراب بشه. اکثر مواقع هزینه احیا در دیزاستر ریکاوری خیلی زیاده. همچنین زمان مورد نیاز برای بازگرداندن به حالت عادی یا ریکاوری تایم خیلی زیاد میتونه باشه. حالا زمانی که یک فاجعه یا دیزاستر اتفاق نیفتاده باشه و فقط مشکل کوچیک داشته باشیم، به اون میگن فالت تالرنس. که مثلا یه دونه از سیستم ها از دسترس خارج بشه، یا مثلا همون ویرچوال ماشین یه دونش از دسترس خارج بشه. در مورد فالت تالرنس هزینه هست ولی خیلی زیاد نیست در حد دیزاستر ریکاوری، و زمان بازگشت به حالت عادی یا ریکاوری تایم هم خیلی کمتره. هزینه یا همون کاست و همچنین زمان بازگشت به حالت عادی یا ریکاوری تایم خیلی مهمه برای سرویس های مختلف ابری. در اصل یکی از دلایل اصلی بر استفاده از کلاود یا فضا ابری همون های اویلیبیلیتی و فالت تالرنس هست. مورد سوم مقایسه کلاود الاستیسیتی و کلاود اسکیلابیلیتی هست. اینا رو ممکنه بعضی جاها با هم دیگه اشتباه بگیرید. در ابتدا باید بگیم که اسکیلابیلیتی عبارت است از توانایی افزایش یا کاهش منابع برای هر میزان بار کاری، که حالا جزئیاتش رو در اسلایدهای آینده در قسمت‌های آینده خواهیم گفت. الاستیسیتی توانایی افزایش یا کاهش منابع به صورت اتومات یا دستی. حالا اینا یعنی چی؟ یه عنوان دیگه هم هست به اسم ایجیلیتی، یعنی توانایی پاسخ دادن به تغییرات به صورت سریع بر اساس تغییرات بازار و محیط. حالا اسکیلابیلیتی دقیقاً چی هست؟ دو نوع اسکیلینگ ما داریم، یک ورتیکال اسکیلینگ، یک هوریزونتال اسکیلینگ. در حالت ورتیکال اسکیلینگ شما یک سیستم دارید و اون رو میایید منابعش رو و ریسورس هاش رو بزرگتر می‌کنید. به این صورت که مثلا یک سیستم کوچیک دارید که 2 تا سی پی یو داره، 4 گیگابایت رم داره، اون رو تغییر میدید مثلا به 4 تا سی پی یو 8 گیگابایت رم، یا 8 تا سی پی یو 16 گیگابایت رم. همون یک سیستم رو میاید بهترش میکنید، ارتقاش میدید. توی حالت هوریزونتال اسکیلینگ شما میاید تعداد رو بیشتر میکنید، یعنی اگه مثلا اینجا یک سیستم دارید با 2 تا سی پی یو و 4 تا رم، میاید تعدادش رو میکنید 8 تا. به این صورت میشه هوریزونتال اسکیلینگ. که حالا ما توی هوریزونتال اسکیلینگ اسکیل این برای افزایش تعداد و اسکیل اوت برای کاهش تعداد داریم. توی این ورتیکال اسکیلینگ اسکیل اپ داریم برای ارتقای همون سیستمی که داریم، و اسکیل داون داریم برای کاهش اون سیستمی که داریم. الاستیسیتی چی هست؟
الاستیسیتی مثلا شما فرض کنید که یک وبسایت دارید که در صبح 15 تا کاربر داره، در ظهر 5 تا کاربر داره و در شب 2 تا کاربر داره. اگه شما بیاید منابعتون رو تخصیص بدید به صورتی که 20 تا کاربر هر روز هفته بتونن به اون دسترسی داشته باشن، این هدررفت منابع هست. اما الاستیسیتی به صورت دستی اتومات و بیشتر اتومات بر اساس تعداد میانگین کاربران در ساعت‌های مختلف تخصیص منابع صورت میگیره، که اگه ما بخوایم اون روی یک نمودار نشون بدیم به این صورت، یعنی تخصیص منابع به صورت اتومات بر اساس تعداد کاربرانی که حالا از اپلیکیشن شما، از وب اپ شما، از هر سرویس دیگه که در دسترستون هست استفاده میکنن، بر اساس اون تغییر میده و به این میگن الاستیسیتی. در این قسمت میخوایم سه تا پلتفرم ارائه دهنده برتر فضای ابری که عبارتند از AWS یا همین آمازون وب سرویس، مایکروسافت اجور و گوگل کلاد پلتفرم GCP رو بگیم. به طور کلی در سال 2006 AWS یا همون آمازون وب سرویس معرفی شد که در اون زمان بیشترین سهم از بازار جهانی رو داشت. همچنین AWS تعداد خیلی زیادی سرویس و خدمات رو ارائه میده. اجور در سال 2010 معرفی شد و تقریبا 80% از شرکت‌های بزرگ یا همون 500 فورچون کمپانیز از اجور استفاده می‌کنن، یعنی بهترین شرکت‌های دنیا ترجیح میدن از اجور استفاده کنه. اجور خدمات رو بیشترین منطقه‌ها نسبت به سایر پلتفرم‌های مشابه ارائه میده. بیش از 100 خدمات رو ارائه میده که تعداد متنوعی از دامین‌ها رو در بر می‌گیره. این هم جالبه که بگیم خیلی از خرده فروش ها آمازون رو به صورت یک رقیب مستقیم در نظر میگن، به همین دلیل تمایل به استفاده از AWS ندارن. گوگل کلاد پلتفرم در سال 2008 شروع به کار کرد به اسم گوگل اپ انجین و به مرور اون رو تغییر داد تا بتونه با بقیه پلتفرم های ابری رقابت کنه. کاربران گوگل کلاد پلتفرم بیشتر شرکت های بازی سازی، شرکت های هواپیمایی و یکی از کاربران جالب GCP شرکت اسپیس ایکس است. به طور کلی مایکروسافت دلیل این که بیشتر با شرکت بزرگ کار کرده میدونه که اونا چی میخوان و بیشترین کاربرهای اجور هم از این دسته هستن. اما AWS چون که زودتر از بقیه شروع به کار کرده الان بازار بیشتری داره. همونجور که دارید تو این نمودار میبینید در حال حاضر تقریبا 40% بازار دست AWS، 30% اجور و تقریبا 10-15% GCP. که حالا ولی روندا فرق داره. همونجور که میبینید اجور احتمالش هست که در چند سال آینده بازارش رو برسونه به آمازون. دلیل اصلی اینه که آمازون زودتر شروع به کار کرده و یه سری مشتری وفادار داره. AWS و اجور یه سری سرویس همیشه رایگان دارن و یه سری سرویس ها که برای یک سال رایگان هستن. سرویس های همیشه رایگان AWS بیش از 20 سرویس که مثل آمازون SNS، SQS و کلاود واچ. سرویس های AWS که برای یک سال رایگان هستن هم تقریبا 20 تا سرویس هستن، مثل آمازون S3، EC2، Elasticash. هر دو این سرویس ها محدودیت استفاده دارن. Azure هم سرویس های متنوعی رو ارائه میده که بعضی از اونها همیشه رایگانن و بعضی برای یک سال. بیش از 25 سرویس اجور برای همیشه رایگان هستن که شامل اپ سرویس، فانکشنز، کانتینر سرویس و اکتیو دایرکتری و مابقی سرویس ها هست. اجور 8 تا سرویس رو هم ارائه میده که برای یک سال رایگانن که شامل لینوکس و ویندوز ویرچوال ماشین، بلاپ استوریج، سیکوئل دیتابیس و چند تا سرویس دیگه میشن. همچنین اجور $200 اعتبار برای کاربران برای 30 روز ارائه میده که میتونید با اون از همین سرویس ها استفاده کنید و این سرویس فقط توسط اجور ارائه میشه. به طور کلی اگه بخوایم مثال بزنیم که کدوم پلتفرم بهتر هست، تصور کنید که یه ماشین مال شما نیست و میخواید باهاش رانندگی کنید. بهتره روی یاد گرفتن رانندگی تمرکز کنید تا اینکه حالا نحوه رانندگی و استفاده از هر نوع ماشین به چه صورت. در اینجا خیلی خوب هست که نحوه کار با فضای ابری یا کلاود رو یاد بگیرید. به طور کلی فضای ابری یک شبکه مجازی و یک دیتا سنتر مجازیه و وقتی کار با فضای ابری یاد بگیرید همیشه میدونید که باید چی کار کنید. در این قسمت میخوام یک مقدمه ای رو بر اجور بگیم و نحوه اینکه شما بخواید یک سرویس رو انتخاب کنید به چه صورت هست، حالا توی هر فضای ابری و بعد از اون توی اجور. به طور کلی یک لایف سایکل وجود داره. شما وقتی زمانی که میخواید یک سرویس ارائه بشه یه لایف سایکل وجود داره برای اون،
یه چرخه وجود داره به این صورت که حالا تو هر سرویس ابری اول توسعه داده میشه، بعد پریویو میشه، بعد پابلیک تستینگ میشه، بعد پابلیکلی اویلیبل، که توی اجور هم چنین چیزی برقراره. سرویس که میخواد ارائه بشه اول توی فاز دیولوپمنت هست که در این فاز شما نمیتونید به اون دسترسی داشته باشی. بعد از اون توی فاز پریویو شما میتونید برید به سایت preview.portal.azure.com و به اکانت آژارتون متصل بشید، لاگین کنید و از سرویس های پریویو استفاده کنید. و در این قسمت ما دو نوع پریویو داریم، پرایویت پریویو و پابلیک پریویو، که شما فقط اونایی که حالت پابلیک پریویو هست رو میتونید مشاهده کنید و استفاده کنید. بعد از این که پابلیک تستینگ انجام شد، یک سرویس به حالت پابلیکلی اویلیبل در میاد، یعنی به صورت عمومی ارائه میشه و به قسمت جنرال اویلیبیلیتی یا جی ای میره. حالا چرخه استفاده از رانش ابری کلاود کامپیوتینگ چیه؟ به این صورته که شما در ابتدا باید هدفتون رو مشخص کنید، به این صورت که نیازهای کسب و کارتون رو مشخص کنید و تعیین کنید که چه نوع برنامه‌هایی رو می‌خواید روی فضای ابری استفاده کنید. قدم بعدی مشخص کردن سخت افزار مورد نیازتونه، به این صورت که سرویسی که انتخاب میکنید که پشتیبانی مناسبی به ظرفیت مناسب مورد نیازتون رو بتونه ارائه بده. سرویس های مختلفی برای نیازهای مختلف وجود داره. قدم سوم مشخص کردن فضای مورد نیازه، فضایی رو انتخاب کنید که بتونید بکاپ بگیرید و داده ها رو اینترنت آرشیو کنید. قدم بعد تعریف کردن شبکه مورد استفاده هست. بعد از اون خدمات امنیت مناسب، در قدم ششم ابزار و پروسه‌های مدیریت رو برای مانیتور کردن داده‌ها و منابع و همچنین برنامه‌هایی که کاربران از اون استفاده می‌کنن رو تعریف کنید. در قدم هفتم تست کردن پروسه و در آخر سرویس تحلیل رو انتخاب کنید که ما می‌تونید داده‌ها رو تحلیل و سرورسازی و ویژوالیزیشن کنید. حالا توی اجور ما سری سرویس‌های مختلف داریم، تقریبا بیش از 125 سرویس وجود داره و کار کمی سختیه که بخواید سرویس مناسب خودتون رو انتخاب کنید. توی اجور شما اگه بخواید یک سرویس رو انتخاب کنید، ما یه راه حل برای اون در نظر گرفتیم. اول باید بیاید ببینید میخواید یک اپلیکیشن رو توی اجور اجرا کنید یا اینکه میخواید یه سری فایل رو روی اون ذخیره کنید، سری داده رو ذخیره کنید. اگه بخواید یک اپلیکیشن رو ران کنید توی اجور، باید یه سری سوال از خودتون بپرسید. اول اینکه چه مقدار کنترل لازم دارید. دوم کجا نیاز دارید که برنامه منظر اجرا بشه؟ فقط توی فضای ابری آن پریمایس هم می‌خواید باشه؟ مثلا یک وبسایت باشه که همیشه در دسترس هست؟ سوال سوم اینه که چه مدل استفاده‌ای رو نیاز دارید؟ یا مثلا هر موقع لازم بود یا دو ساعت یک بار، چند روزی یک بار؟ بعد از جواب دادن این سوالا، سرویس های مورد نظر شما خیلی محدود میشه و از میان اون چند تا سرویس باقی مونده میتونید بهترین رو انتخاب کنید، که حالا اینا یه سه جزئیات داره که اونا رو هم در قسمت های آینده خواهیم گفت. همچنین شما برای اینکه ببینید میخواید روی اجور یه سری فایل رو ذخیره کنید هم یه چنین راهی وجود داره و همچنین یه فلوچارت برای اون هست که حالا در قسمت های آینده خواهیم گفت. اینجا جالبه که بیایم تفاوت کلاود آرکیتکت و کلاود انجینیر رو هم بگیم. این دوتا شبیه به همن ولی با همدیگه خیلی فرق دارن. اگه شما کلاود آرکیتکت بخواید بشید، باید به صورت کلی کلاود رو بدونید، یعنی طراح باشید مثل معمار که چیزها رو طراحی میکنه، و کلاود انجینیر به صورت دیپ نالج تک تک جزئیات کلاود رو باید بدونه. در این قسمت میخوایم ابزاری که با اونا میتونیم مایکروسافت اجور رو باش کار کنیم رو بگیم، یا همون اجور منیجمنت تولز رو. چهار تا ابزار ما داریم که با اونا میتونیم با اجور کار کنیم، یکی اجور پورتال، دوم اجور پارشل، اجور سی ال آی و کلاود شل. سی ال آی هم کامند لاین اینترفیس. به ترتیب اینا رو میگیم، اول روی خود کلاود اجور پورتال هست که با این سایت portal.azure.com میتونید بهش دسترسی پیدا کنید، که از اینجا هم شما میتونید از این قسمت کلاود شل اگه روش کلیک کنید یک پنجره باز میشه که میتونید به CLI و پارشل دسترسی داشته باشید، که اینا رو حالا بعداً توضیح خواهیم داد. دوم اینکه نحوه ساختن اکانت اجور هم آخرین درس این فصل گذاشتیم که شما الان یکم آشنا بشید با خود صفحه اجور، بعد اکانت رو بسازید. حالا برای اینکه این کلاود شل رو باز کنیم، اینجا روی بش برای CLI و پارشل برای خود پارشل میتونیم کلیک کنیم و یک سابسکریپشن میسازیم و روی این کرییت استوریج کلیک میکنیم و صفحه پارشل آنلاین باز میشه. راه دیگه این هست که شما اینجا به جای portal.azure.com زمانی که ساین این باشید، به جای پورتال شل بزنید، shell.azure.com، به این صورت.
اونجور هم شما میتونید به کلاود شل دسترسی پیدا کنید که حالا به ترتیب همش رو خواهیم گفت. این الان پاورشل، از این قسمت شما اگه بخواید تغییرش بدید میتونید بش و به CLI دسترسی پیدا کنید. سینتکس های پاورشل و بش شبیه به همه نحوه نوشتن کد ها، ولی دستوراتش با هم دیگه فرق داره. همچنین این اجور پورتال برای دسترسی آسان به همه سرویس ها ساخته شده و تقریبا شما به 99% سرویس ها دسترسی خواهید داشت. اما همه کارها رو شما نمیتونید با اجور پورتال انجام بدید. کارهای بزرگ و اتوماسیون یا اتوماسیون رو باید با پارشل یا CLI انجام بدید. شما به دو طریق میتونید به پارشل دسترسی پیدا کنید. یکی برید پارشل رو از این قسمت دانلود کنید. میزنید دانلود اجور پارشل. نسخه هفتش الان هست، اون رو دانلود میکنید. بعد از این قسمت وقتی که نصبش کردی، نصبش خیلی آسونه، پارشل رو سرچ میکنید، این هست آیکونش. این ویندوز پارشله که تقریبا سال 2010 معرفی شد و این اجور پارشله. اون رو به صورت ادمینستریتر اجراش میکنیم، یعنی ران از ادمینستریتر میکنیم و روی یس کلیک میکنیم. این صفحه پاورشل هست که حالا جزئیات اون رو، نحوه کد زدنش رو و نحوه بس کردنش به اجور آنلاین به اکانت خودتون رو در قسمت‌های آینده خواهیم گفت. کلاً اجور پارشل بر اتومات کردن کارهای مختلف ساخته شده و شما با پارشل کور میتونید در هر سیستم عاملی از پارشل استفاده کنید، در لینوکس، مک یا همین ویندوز. ماژول اجور پارشل به سادگی قابل استفاده هست و شما میتونید دستورات مختلف رو اینجا بنویسید که حالا ما یه توضیح کلی از 4 تا ابزاری که با اونا میشه با اجور کار کنیم میگیم، بعد جزئیات پارشل رو بررسی میکنیم. ابزار سوم CLI هست یا همون کامند لاین اینترفیس. این با ترمینال ویندوز فرق داره، با اینکه شبیه همه ولی فرق داره. اینم طراحی شده برای اتوماسیون کردن کارها. همچنین CLI یک مالتی پلتفرمه که بر اساس پایتون نوشته شده، بنابراین در هر سیستم عاملی قابل استفاده است، یعنی در لینوکس، در مک و ویندوز. CLI هم مثل پارشل خیلی به راحتی قابل استفاده هست، فقط دستوراتش گفتیم یعنی کامندا فرق داره، ولی سینتکس ها نحوه نوشتن کدها شبیه هم هست. و ابزار چهارمی که گفتیم کلاود شل هست، که کلاود شل یکی شما از اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید. نحوه دوم اینه که اینجا بنویسید shell.azure.com و میرید به همین پورتال، فقط اینجا میشه کلاود شل. و راه‌های دیگه‌ای هم برای دسترسی به کلاود شل هست که عبارتند از ویژوال استودیو کد اکستنشن داره، یعنی تو خود ویژوال استودیو میتونید از کلاود شل استفاده کنید، از ترمینال ویندوز هم میتونید استفاده کنید و دسترسی به کلاود شل. همچنین کلاود شل اپلیکیشن موبایل هم داره و همچنین مایکروسافت داکس اینتگریشن هم داره. حالا می‌خوایم ببینیم که دقیقاً پاورشل چی هست. این پاورشل بود که نصب کردیم، می‌تونیم یکم اندازش رو هم بزرگ کنیم که بهتر ببینیم. برای یک دهه پارشل راحل مورد علاقه ویندوز ادمینستریترها بوده. پارشل توانایی اتومات کردن تقریبا هر تسکی رو در اکوسیستم مایکروسافت داره، از مدیریت اکانت کاربران، سرورها، پایگاه‌های داده و چیزهای خیلی بیشتر. لیست موارد مورد استفاده در پارشل تقریبا بیشماره. پارشل یک کراس پلتفرم برای اتومات کردن کارهای مختلف به طور پایه در ویندوز گذاشته شده و شما همچنین میتونید اون رو روی مک و لینوکس همونجور که گفتیم نصبش کنید. پارشل از آبجکت ها برای ورودی ها و خروجی ها استفاده میکنه که شبیه تمپلیت یا نمونه عمل میکنه. برای مثال شما میتونید یک آبجکت درست کنید که نام و نام خانوادگی رو نشون بده و کوئری از اون نام و نام خانوادگی استفاده کنید. دو ویژگی اولی پارشل عبارتند از کامندلتس و ماجولز که حالا ما اونا رو اینجا آوردیم، میتونید ببینید. کلن پارشل ماجورز به 4 تا ریسورس یا منابع مربوط به هم هست که عبارتند از کامندلت ها، پیریکویزی، سکریپت ها و متادیتا ها. کلن ماجول چیه؟ ماجول یک مجموعه از تابع ها و ریسورس ها یا منابع مربوط به همه که به یک گروه تبدیل شده. شما میتونید ماجول های مختلفی رو برای کوئر کردن یک پایگاه داده، مدیریت کردن یک ماشین مجازی، حتی ترابل شات کردن شبکتون استفاده کنید. شما هم چه میتونید ماژول‌های مختلف که میخواید بسازید. یک کامندلت یک خط دستوره یا یک خط کد اسکریپته که یک اکشن یا کار رو انجام میده. ما بعضی از ویژگی‌ها و کاربردهای کامندلت رو بررسی می‌کنیم، بعضی اونا رو میگیم. حالا می‌خوایم ببینیم اجور پارشل چگونه اجور رو مدیریت می‌کنه. هر راهی که به شما کمک کنه که به اجور متصل شید
و از یک سرویس بخواید استفاده کنید، از یک اینترفیس استفاده میکنید که به اون Azure Resource Manager گفته میشه. اون اینترفیس احراز میکنه هر چیزی رو که بخواید اجرا کنید. حالا اون اینترفیس میتونه پارشل باشه، خود Azure Portal باشه یا CLI باشه. زمانی که شما ماژول اجور پارشل رو نصب کنید، یه سری SDK‌ها یا سافت‌ویر دیولپمنت کیت‌ها هم به صورت اتومات به عنوان بخشی از ماژول نصب میشه. این یکم سخته که بگیم همه کارو که با پارشل میشه انجام داد، چون تو تعداد خیلی زیاد ویژگی‌ها ماژول‌های مختلف وجود داره که در پارشل میتونید برای مانیتور کردن، مدیریت و اتومات کردن تقریبا هر چیزی که بخواید استفاده کنید. با پارشل شما میتونید وبسایتتون رو به صورت اتومات به روزرسانی آپدیت کنید، با اون میتونید فایل‌های سرور رو به اجور بلاب استوریج منتقل کنید و خیلی کارهای دیگر رو انجام بدید. حتی میتونید حساب کاربران رو با پارشل بسازید و مدیریت کنید یا نقش و رول برای اونها مشخص کنید. صدها ماژول در پارشل وجود داره که شامل ماژول برای AWS, GCP, VMware و تعداد زیادی ماژول دیگه هم هست. تقریبا شما میتونید از پارشل برای هر کار مربوط به ادمینستریترها استفاده کنید و فایده اصلی پارشل هم این هست که خیلی منعطفه و خیلی قدرتمنده. شما با استفاده از پارشل ویندوز هم میتونید بیاید اجور پارشل رو نصب کنید. به این صورت که پارشل رو اگه توی ویندوز هستید سرچ میکنید و اون رو ران از ادمینستریتر میکنید. بعد که باز شد، حالا باید کم اندازه فونتش رو بزرگ کنیم که بهتر ببینید. جالب پارشل اینه که به صورت وب ناون عمل میکنه. شما میمسید اینستال، یک ماژول میخواید، اسمش رو اجور هست، ایزی، و اون رو فورس کن. حالا اگه این دستور اجرا نشد یه سری کارهای دیگه انجام میدیم. حالا الان اینجا اجرا نمیشه، میایم این دستور رو اضافهش میکنیم. توی بعضی سیستما فرق داره، ولی حالا ما همه راههایی که میشه با اون انجام بدیم رو بهتون میگیم. حالا اگه دستور قبل که گفتیم اجرا نشد، این دستور جدید رو میمیسیم. شما با CLS و کلیر هم میتونید صفحه رو پاک کنید. این دستور اینستال ماژول فقط اینجا میاد اضافه میکنید که allow clobber و بعد از اون میذارید scope all users. این رو اگه روی اینتر بزنید و به اینترنت متصل باشید باعث میشه که Azure Partial نصب بشه. حالا اگه دوباره نصب نشد ممکنه شما ناگت پرووایدر نداشته باشید. الان نصب شد. فقط چون untrusted repository هست برای اینکه تراست کنه میزنید yes to all. اینجا A میزنید، A بزرگ. حالا اون حالت سوم هم که اگه نصب نشدم میگیم که به چه صورت هست. بعد که ای نوشتید همه ماژول های مربوط به اجور پارشل نصب میشه. در قسمت بعد اگه اینا کار نکرد شما باید این دستور رو بنویسید برای نصب ناگت پرووایدر. اینستال پکیج پرووایدر مین ناگت فورس. اینجا پرووایدر رو ما پرووید نمیشیم. این فورس هم درست نیست. به طور کلی این قسمت اول زیر مجموعه کامندلت ها هست، یعنی اینستال پکیج پرووایدر. این قسمت پارامتر هست و این قسمت یه قسمت دیگه از آرگومنت. حالا اگه نتونستید از روش قبل نصب کنید باید این کد رو بنویسید. حالا ما صفحه رو پاک میکنیم، کلیر میکنیم و میخوایم حالا بسشیم به اکانت اجورمون. برای اون کار میایم دستور کانکت خط فاصله AZ account رو می‌نویسید. با این کار شما بس میشید به اکانت Azure. حالا ما چون توی ویندوز پارشل هستیم اینها رو میریم همش رو توی Azure پارشل می‌نویسیم. به این صورت که ما قبلا نوشتیم connect Azure account و بعد که شما این رو اجرا کردید ساین این باید بشید به اکانت مایکروسافت که اینها رو میتونید حالا بعداً توی قسمت اکانت توضیح میدیم دوباره. و اگه نداشته باشید یک اکانت میتونید با این قسمت یوز انادر اکانت یک اکانت بسازید. شما به طور کلی برای ساختن اکانت در اجور سه تا چیز لازم دارید. یکی یک کردیت کارت که پولی ازش کم نمیشه برای احراز هویت، یک شماره تلفن و یک اکانت مایکروسافت یا گیت هاب. حالا میخوایم کامندلت های اصلی پایه‌ای اجور رو بگیم. به طور کلی اگه ما بیایم این قسمت اول این رو ببندیم، می‌بندیمش یه بار دیگه اجراش می‌کنیم. چون ما قبلا وارد اکانت مایکروسافت شدیم، یعنی بس شدیم به اکانت خودم. خب توی این پارشل اول میام کلیرش میکنیم. حالا همونجور که گفتیم میخوام سه تا دستور خیلی مهمه توی پارشل رو بگیم که با استفاده از اونها تقریبا میتونید هر قسمتی از پارشل رو یا هر کامند و هر دستوری رو استفاده کنید. دستور اول get command start به این صورت که
این دستور رو اگه بنویسید تمام کامنت های پارشل نمایش داده میشه، از بین اونها میتونید بیاید تک تکش رو با دستور بعدی که میگیم هلپش رو پیدا کنید و خودتون یاد بگیرید که چیه، یا بیاد بین اونها دستورهایی که میخواید رو انتخاب کنید و هلپ مربوط به اون رو مشاهده کنید. حالا دوباره دستور کلیر رو اجرا میکنید. میخوایم حالا گت هلپ رو بگیم که دقیقا چیکار میکنه. اول قبل از اون هلپمون رو آپدیت میکنیم با استفاده از دستور آپدیت هلپ. حالا یکم طول میکشه، ما ویدیو رو پاز میکنیم که این آپدیت بشه، شما هم انجام بدید، بعد از اون میریم دستور گت هلپ رو میگیم. حالا که آپدیت هلپ تموم شد، مثلا میتونیم یک دستور بنویسیم که گت هلپ استاپ پروسس، که بیاد استاپ پروسس رو برای ما بگه دقیقاً چیکار میکنه. همونطور که میبینید میاد اول اسمش رو میگه، بعد قسمت‌های مختلفش، نحوه نوشتن سینتکسش، توضیحش، بعد این قسمت که میبینید ریمارکسش رو نوشته. این قسمت میبینید نوشته برای دیدن مثال‌ها این دستور رو می‌نویسید. اگه ما اون رو کپی کنیم و پیستش کنیم میتونیم مثال‌ها و اگزمپل‌های مربوط به این دستور استاپ پروسس رو ببینیم. یعنی شما با همین دو تا دستور get command star و get help میتونید تقریبا هر ماژول و هر قسمت پارشل رو خودتون یاد بگیرید. دستور بعدی که میخوایم بگیم get member هست. این از دو تا دستور قبل یکم سخت‌تره. همونطور که قبلا گفتیم پارشل با آبجکت ها کار میکنه. با استفاده از دستور get member نوع آبجکتی که با اون کار میکنیم رو تشخیص میدیم. مثلا اگه دستور get date رو بنویسیم تاریخ نمایش داده میشه. اینجا مثلا get date رو که بنویسیم تاریخ نمایش داده میشه. حالا اون رو پاک میکنیم و میایم یک دستور دیگه میمیسیم، مثلا get date. حالا این که این علامت چیه بعدا توضیح میدیم، این خط صافه. بعد مثلا get member رو میبینید که تعداد زیادی اطلاعات قابل مشاهده هست. چیزی که مهمه get date یک object مربوط به system date time. همونطور که در ادامه میبینید تعداد زیادی متد وجود داره مربوط به این تابل get date، با اونها میتونید با آبجکت های به خصوص کار کنید. حالا در این قسمت آخر پراپرتی های مربوط به اون get date و date time نمایش داده میشه که میبینید date, day, day of week و نوعهای مختلفی از تاریخ رو نمایش میده. حالا اگه get date format list رو بزنید مشاهده میکنید که همه اون پراپرتی ها در این قسمت نمایش داده میشه. حالا دوباره پاکش میکنیم و این بار دستور get random رو میزنیم. get random یک کامندلته که یک عدد random رو برمیگردونه و اگه ندونستین چی کار میکنه به سادگی میتونید با دستور get help ببینید که چی کار میکنه. یعنی get help رو می‌نویسید بعد get random که ویژگی های مختلف مربوط به این دستور get random نمایش داده میشه. حالا کار ما در این قسمت با پارشل تموم شد. در قسمت بعد به command line interface یا CLI میپردازیم. در این قسمت میخوایم نحوه کار با CLI یا command line interface رو بگیم. اگه بکگراند شما بیشتر تو لینوکس هست و بیشتر با لینوکس کار کردید، از CLI به راحتی میتونید استفاده کنید. مثل پارشل شما با استفاده از ترمینال میتونید به CLI وارد بشید. قبل از اون باید اون رو نصب کنید. اینجا به سادگی مینویسید دانلود CLI و از خود سایت مایکروسافت اون رو میتونید دانلود کنید. به این صورت دانلود CLI رو می‌نویسید توی کروم. اینجا اجور CLI اگه بنویسیم بهتر. اینجا از سایت مایکروسافت اون رو دانلودش کنید. یک فایل 50-60 مگی هست و بعد میتونید از کامند ویندوز یا از خود اجور پورتال از قسمت بش اون رو رانش کنید. حالا ما یه سری دستورات اون رو میگیم و از هم کلاودشل پورتال اجور و هم از ویندوز به اون دسترسی پیدا می‌کنید. قبل از اون یه سری توضیحات در مورد CLI بگیم که CLI هم مثل پارشل طراحی شده برای اتوماسیون اتوماسیون و یک مالتی پلتفرمه که بر اساس پایتون نوشته شده و بنابراین در هر سیستم عاملی قابل استفاده است. CLI هم مثل پارشل خیلی به راحتی قابل استفاده هست با دستورات exit login, exit group list و exit group create. به ترتیب وارد اجور میشیم، ریسورس گروپ ها رو اول مشاهده میکنیم بعد میسازیم و در آخر هم یه دونه ویچوال ماشین میسازیم. چیزی که مهمه CLI یک ابزار برای نیتیو ترمیناله. در نتیجه بر اساس سیستم عاملی که با اون کار میکنید قابلیت ها و کاربردهای مختلفی بر اساس اسکریپتینگ خواهد داشت. ولی به طور کلی CLI پارشل تقریبا به تمامی قسمت های اجور دسترسی خواهد داشت. بیشتر با پاورشل ما کار میکنیم ولی اینجا CLI رو هم میگیم که به چه صورت هست.
حالا ما اون رو دانلودش کردیم و نصبش کردیم، وارد CMD که بشید اینجا میزنید AZ Login و وارد اکانت اجورتون میشید. اینجا صفحه ساینین باز میشه و وارد اکانت مایکروسافتتون میشید و میتونید اینجا کار کنید. حالا ما با خود کلاود شل و از خود قسمت اجور پورتال روی این گزینه بالا که میبینید کلیک میکنیم و این پنجره باز میشه. حالا بس میشیم به قسمت کلاود شل. اینجا اندازه این پنجره رو میتونید تغییر بدید و حالا ما اندازش رو هم پونتش رو یکم بزرگ میکنیم بهتر ببینید. این بش با CLI کار میکنه، پارشل هم خود پارشل هست. حالا ما توی بش اکانت هامون رو ببینیم و لیست سابسکریپشن هامون رو مشاهده کنیم. شما از این قسمت هم میتونید روی این قسمت کلیک کنید و یه تب باز کنید و سابسکریپشن هایی رو که دارید مشاهده کنید. ولی حالا ما میخوایم با CLI اون رو باش کار کنیم. از این قسمت میزنیم AZ Account List. این سینتکسش خیلی شبیه پارشل هست ولی دستوراتش با هم دیگه فرق داره. الان لیست سابسکریپشن های ما هست که میبینید اسمش Azure Subscription 1. حالا میتونیم اون رو ست کنیم که ازش استفاده کنیم. برای اون دستور AZ Account Set Subscription و اسم اون رو میزنید که Azure Subscription 1 هست و حالا ست میشه این سابسکریپشنی که داریم. حالا میتونیم بیایم یه ریسورس گروپ بسازیم. برای این کار میزنیم AZ Group Create کنه بسازه. لوکیشنش رو میزنیم که مثلا East US باشه و اسمش رو هم My Resource Group بزنیم. حالا یه ریسورس گروپ ساختیم و بعد از اون میتونیم بیایم روش یه ویچوال ماشین بسازیم. این Create اشتباه نوشته شده، اسمش رو هم بذاریم همون My Resource Group. حالا این ریسورس گروپ ما ساخته شد، میتونیم بیایم روش یه دونه ویچوال ماشین بسازیم. ویچوال ماشین از نوع لینوکس، اینو بعداً خیلی توضیح خواهیم داد ولی الان فقط به طور ساده اون رو میسازیم و یک کم هم زمان بر هست. ویچوال ماشین کرییت کنه. ببینید این آپر کیس یا لار کیس بودن حروف هم اینجا مهم نیست توی CLI، برای همین به راحتی میتونید هر جور که خواستید دستورات رو بنویسید. حالا یه سیستم ماشین مجازی لینوکس میخواییم بسازیم و در آخر هم میزنیم که جنریت کنه SSH کی رو. حالا اینا رو هم بعدا توضیح خواهیم داد که چی هست و ثبت میکنیم که این انجام بشه. حالا این سجنی که باز کردیم میبندیمش. میتونیم حتی برای ریسورس گروپی هم که ساختیم بیایم حذفش کنیم به این صورت که AZ Group دیلیت کنه اون ریسورس گروپی که ساختیم. حالا ایزی رو اولش نوشتیم، حالا با نوشتن وای و کلید اینتر اون ریسورس گروپ که ساختیم رو حذف می‌کنیم. در اینجا کار ما با CLI تموم شد. بعد از اون یه سری دستورات پارشل و CLI رو در درس بعد خواهیم گفت. این کاملا به خودتون بستگی داره که بخواید از پارشل یا CLI استفاده کنید، اما ما بیشتر از پارشل استفاده می‌کنیم چون جدیدتر معرفی شده. از سال 2005 دیگه پارشل که معرفی شده کلن CMD یا کامند محدود شده، اما هنوز هم میتونید با اون کار کنید. همچنین بعضی موقع که شما کامپیوتر شخصی دسترسی نخواهید داشت میتونید از کلاود شل، از دوتای پارشل و CLI استفاده کنید. با کلیک روی این قسمت کلاود شل یه پنجره باز میشه که اینجا میتونید ازش تغییر بدید. از قسمت بش با CLI، از قسمت پارشل با پارشل میتونید کار کنید. اگر میخواید روی ویندوز کار کنید، همونجور که قبلا گفتیم نحوه نصب کردن اجور پارشل رو، میتونید از پارشل روی ویندوز استفاده کنید و وصلید به اکانت اجورتون، یا با کامند میتونید وصلید به اکانت اجور و از CLI استفاده کنید. در این قسمت ما سری دستورات CLI و پارشل رو قرار دادیم. اینجا سری خلاصه است از دستورات پارشل و اینم یک داکیومنتی که خود مایکروسافت قرار داده و همه توضیحات مربوط به CLI توی اون قرار داده شده. به طور کلی اگه بخوایم تفاوت پارشل و CMD و بش رو بگیم، کلا در مک و لینوکس مشهورترین شل های در اساس بش هست. بش به شما اجازه میده که دستورات رو تایپ کنید و اونها رو اجرا کنید و نتایج رو مشاهده کنید و همچنین به شما اجازه میده که اطلاعات رو از یک اپلیکیشن بگیرید و اون رو پایپ کنید یا منتقل کنید به اپلیکیشن دیگه ای. اما اطلاعات به صورت متن منتقل میشه و شما اجازه میده که خروجی یک اپلیکیشن رو هم به یک اپلیکیشن دیگه منتقل کنید. در ویندوز کامند شل یا همون CMD رو داریم که خیلی‌ها فکر می‌کنن MS DOSه،
اما در حقیقت اون سی ام دی شله که با امستاس فرق داره، اما جوری ساخته شده که با امستاس به سادگی کار میکنه و کامپتیبله. بنابراین خیلی از دستورات مشابه رو اجرا میکنه و سینتکس مشابهی هم داره. در بعد شما هم چه میتونید دستورات یا کامنت ها رو اجرا کنید، همچنین اطلاعات رو از یک دستور بعد منتقل کنید و اون اطلاعات به صورت متنی منتقل میشه، همونجوری که از قبل گفتیم. خصوصیات پارشل هم که به جزئیات گفتیم و همچنین گفتیم که چون که پارشل جدیدتر معرفی شده ما بیشتر با اون کار میکنیم.